خواهش ازتون میکنم بچه ها، خواهش دارم ازتون میکنم، تحت هیچ شرایطی هیچ کارتی تا 15 روز بعد الیت نکنید، بذارید متا مشخص بشه بعد برید کارت الیت کنید. بسازید با این ترکیباتون، بسازید فشار بخورید ولی دست به ترکیبتون فعلا نزنید، بذارید بالانس چنج بیاد، بذارید ارزم به خدمتتون متا مشخص شه بعد برید الیت. مبارک استشتری بستر کارچی هستم و خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه که اسپل جدید بالاخره دیشب کامل رو نمایی شد. یک اسپل به شدت خفن، وید اسپل یعنی تلسم باطل یا خالی، هزار تا میشه براش معنی در نظر بگیریم و میخوام بریم کامل بررسیش کنیم. یه بریک میدیم گیم پلیش رو کامل روبروی روبروی کارتا میبینیم، روبروی تک کارتا میبینیم، بعد برمیگردیم کامل بررسیش میکنیم، بهتون میگم کارایش به چه شکله و دیگه ویدیو رو جمعش میکنیم. بریم اول گیم پلیش رو ببینیم بعد. بچه ها دید گیم پلی این اسپل جدید رو دید، یک اسپل سه اکسیری که قبلا در موردش براتون گذاشتم، اسپل که سه اکسیری بود. حالا ما یه خورده اشتباه شاید گفتیم چون تو اون ویدیوی کوتاه 4-5 ثانیه‌ای که کلش رویال اومده بود گذاشته بود چیزی مشخص نبود، ولی خب دیگه گیم پلیش رو دیدید. بچه این اسپل به چه شکل عمل میکنه؟ این اسپل ارزم به خدمتون سه بار مثل لایتنینگه، سه بار دمیج میده، این اسپل سه بار دمیج میده ولی مثل لایتنینگ نیست. چرا؟ چون تارگت داره. اگه تک تارگت بزنه، اول اینو توضیح بدم، تک تارگت بزنه فول دمیج میده، که فول دمیج رو بهتون میگم چقدره. از دو تا چهار تا تارگت باشه دمیجش کم میشه، 5 تا به بالا باشه دمیجی نمیده، ولی سه بار اون حجم از دمیج رو وارد میکنه. وید اسپل بچه ها، وید اسپل و اون کارت، یعنی کارت جدید و ارزم به خدمتون چیز ویزارد ابولوشن جفت شیشم ماه بعد که میشه شیشم می اگه اشتباه نکنم، آره ششم می به بازی میاد و این اسپل فری در اختیارمون قرار میگیره که یه سری حالا میریم جلو بذاریم بریم کامل بررسی کنیم. اینو کاری باش نداریم. اینجا اومده گفته آقا آخرین اسپلی که به بازی اومد 4 سال پیش، یعنی سال 2020 آپریل 2020 ما یک اسپل معرفی کردیم که آخرین اسپل اون و رویال دلیوری بود بچه‌ها. خب پس رویال دلیوری آخرین اسپل گیم بوده که سال 2020 آپریل 2020 به بازی اضافه شده و دیگه اسپل نداشتیم. این اسپل بعد از 4 سال به بازی اضافه میشه که فقط رایگان در اختیار کسایی قرار میگیره که توی آرنای 15 و کاپ 5000 باشن. این نکته رو بهتون بگم چون خیلی ها دیدم، بذارید من اینجوری بشینم بچه ها ببخشید اگه یه مقداری حالا رنگ نور و اینا بده ببخشید. چون خیلی اومدن گفتن آقا چجوری ما دو اِوولوشن میشیم؟ بچه‌ها من وقتی اخباری رو میذارم، موقعی که داریم تحلیل میکنیم که داریم کسو خلط میگیم، از نظریات خودمون رو میگیم، خب ولی موقعی که اخباری میذارم کامل بهتون میگم کسایی دو اِوولوشن میشن که لولشون 54 به بالا باشه، یعنی اگه شما لولت 53 تک اِوولوشنی. این کارت وویدم، وید اسپلم بچه‌ها
کسایی عرضم به خدمتشون تعلق میگیره که تو آرنای 15 باشن و ترافی 5000، یعنی باید کاپت 5000 باشه و آرنای 15 باشی. اسپل سه اکسیریه تو راریتی اپیکه، اینم گفتم بهتون بگم. کارت ریلیز بچه ها، کارت ریلیزش فریه، خب فری به ما میده یه 10 تا یه سری مراحل میزه، 10 تا کرام بگیری دو تا کارتشو بهت میده، 125 تا کرام بگیری 4 تا کارت بهت میده. یعنی اینجوری کمکت میکنه که شما لول اپش کنی. من که همون سیزن اول مکسش میکنم، چرا؟ چون کتابشو دارم، کلی هم والد کارت اپیک دارم. اینم از بحث ویو، میگم ویو وید اسپل. کارایش به چجوریه؟ کارت مکانیک یا مکانیزم این کارت چجوریه بچه ها؟ سه تا، همینجوری که بهتون گفتم، سه تا حالت داره که توی خود همین چیزم دیدید. حالا یه دونه دیگه بعد از این توضیحات یه دونه دیگه براتون ویدیو میذارم که کامل روبروی بفهمید منظورم از این که سه تا میده اگر تک تارگت باشه چقدر دمیج میده، اگر دو تا چهار تا تارگت باشه چقدر دمیج میده، اگر بالای 5 تا تارگت باشه چقدر دمیج بده و اون میزان دمیج رو درک کنید براتون میذارم. خب ردیوسش 2.5 مثل زپ الان چقدر ردیوسر 2.5 تایل، خب اینم همونه. دمیجش ایران گرند، یعنی هوایی و زمینی رو میزنه، سینگل تارگت داره و عرضم به خدمتتون سینگل تارگت داره، 2 تا 4 تا تارگت و 5 تا به بالا دمیج میده. خب خودش هم همون حرفی که من بالا بهتون زدم، تارگتش اگه سینگل باشه ماکسیموم دمیجه، خب اگر 2 تا 4 تا باشه میدیومه و اگر بالای 5 تا باشه عرضم به خدمتون دمیجش خیلی کم میشه. حالا انزی دمیجش هم بهتون میگم. کارت استیتش اینجا کامل بررسی میکنیم. بچه اگر سینگل تارگت باشه، ببینید 544 تا توی 3 تا موج به ما وارد دمیج وارد میکنه. 544 تا، 500 تاش میشه توی 3 تا اگر سینگل تارگت باشه، یعنی فقط به یه کارت دمیج بده. خب میشه 1500، 1600 تقریبا نزدیک 1700 تا دمیج میده اگر سینگل تارگت باشه. خب دمیج این دمیجش به نیروه دیگه، بابا گایدید ما رو، این دمیجش به نیروه. سینگل تارگت دمیجش به نیرو 3544 تا، دمیجش به تاور 3048 تاست. 3 تا 40 به تاور، ببینید این وریه تاوره بچه ها، اگر این بیاد این وریه نیروه. اگر 2 تا 4 تا تارگت باشه، یعنی چی 2 تا 4 تا؟ یعنی آقا مثلا شما به عنوان مثال لیتل داری و نایت، این میشه 2 تا تارگت دیگه، دمیجش به نیرو میشه 160 تا از 2 تا 4 تا. 3 تا 160 تا دمیج میده، یعنی چی؟ یعنی 300 تا اونورم 180 تا میشه 480 تا دمیج به نیرو میده. 480 تا میده. خب دمیجش به تاور اگر تارگت 2 تا 4 تا باشه، میگم به نیرو، به تاور میشه 24 تا. آقا یعنی چی دمیجش به تاور؟ یعنی آقا شما دو انداختی رو تاور، دیدید بلاک میکنن لایتنینگو، اینم همینه، طرف نیرو میریزه دور تاور، مثلا اسکلتون آرمی میریزه، عرضم به خدمتون گوبلین میریزه، اسکلت میریزه، میاد دمیجو بلاک میکنه، دمیجش 24 تا. اگر 5 تا به بالا باشه، 5 تا تا حالا مثلا 10 تا 15 تا نمیدونم تو اون محدوده هه. تو اون ای بابا چرا این اینجوری شد بچه، یه لحظه وایسید، تو اون محدوده باشه 5 تا به بالا میشه دمیج به 48 تا، یعنی 3 تا 48 تا دمیج میده، میشه چقدر؟ 3 تا 50 تا بشه 150 تا، نزدیک 150 تا دمیج میده. دیوریشنش اونورم دمیجش به تاور میشه 16 تا، دیوریشنش 4.9 ثانیه است، ردیوسش هم که بهتون گفتیم
5 2 و نیم کاشیه. پس فهمیدید چی شد منظورم از تارگت چیه؟ بله، کارت به شدت وحشتناکیه اگر بلاکش نکنی. مثلا الان سیزن بعد این ترکیبی که من الان دارم باش بازی میکنم دیگه جواب نیست. چرا؟ چون نیروی خوردریز ندارم. و شما نیروی خوردریز نداشته باشی داستانه. خواهش ازتون میکنم بچه ها، خواهش دارم ازتون میکنم، تحت هیچ شرایطی هیچ کارتی تا 15 روز بعد الیت نکنید. بذارید متا مشخص بشه بعد برید کارت الیت کنید. بسازید با این ترکیباتون، بسازید فشار بخورید، ولی دست به ترکیبتون فعلا نزنید. بذارید بالانس چنج بیاد، بذارید عرضم به خدمتتون متا مشخص شه، بعد برید الیت کنید. این کارتو که مکس کن، اصلا کاری با این ندارم. مکسش هم نکن، مکسش نکن، یعنی اگر گولد نداری گولد خرجش نکن. شما فقط اینو آنلاک کن، چون این کارت کارت وید و کارت عرضم به خدمتتون ویزارد، اینا جفتشون بوستن. بذارید معرفی سیزن بیاد، نرید الیتش کنید. جمع کن کارتاشو که داشته باشی بتونی سیزن بعد الیتش کنی. این نیرو بچه، این کارت، این اسپل بچه، سیزن بعد یا اواسط سیزن احتمال نرف اورژانسیش هستا. کارت به شدت وحشتناکه. خب عرضم به خدمتتون اینجا اومده دمیجاشو گفته، گفته آقا اگر یه دونه تارگت داشته باشه 100% دمیجو میخوره، اگر 2 تا 4 تا داشته باشه 29%، و اگه 5 تا بالا باشه 9%. پس عملا اسپل آنچنان وحشتناک نیست بچه‌ها. ولی با وجود این ترکیبای کالکتوردار عملا بگا میره. یعنی ببین این لایت 3 تارگت میزنه، زلزله 3 بار باید بزنه، تازه یه چوس جون کالکتور میمونه. این با 2 تا شات کالکتور رو جمع میکنه، با 2 تا شات. پس عملا سیک اون ترکیبا خورده میشه. بهتونم میگم این در آخر بهتون میگم این کارت به درد ترکیبای سنگین میخوره یا سبو، کامل بهتون توضیح میدم. وید vs other spells، یعنی دمیج وید در برابر اسپلای دیگه. خب این که گفته سویک بیمز، ما میگیم 3 تا دمیج، اون حالا اولی حالت ضعیفشه، دومی مدیومشه، سومی قویشه. خب گفته این اسپل اگر 3 تا دمیجشو بده تو حالت ضعیفش، یعنی تو حالتی که تارگتش 5 تا به بالاست، خب از تورنیدو، از زب، از زلزله، از لاگ و از ارو کمتر دمیج میده، هم به نیرو هم به تاور. پس این اسپل موقعی که تارگت بالای 5 تا باشه اصلا کارایی نداره، حتی در حد زب هم کارایی نداره. خب اگر 3 تا دمیج مدیوم بده، یعنی 3 تا دمیجی بده که توی حالت 2 تا 4 تا تارگته، خب بازم از رویال دلیوری، فایربال، لایتنینگ و راکت دمیج کمتری میده. پس ولی اگه تو بذار اینم بهتون بگم، ولی اگر تو حالت فول یا ماکسیمومش دمیج بده هیچ اسپلی بهش نمیرسه، هیچ اسپلی. پس این اسپل بچه‌ها در صورتی سوپره، در صورتی خفنه که اول از همه شما ازش درست استفاده کنی، دومن حریفت بلاکش نکنه، سومن ماکسیموم دمیج بدی، نه در حالت مدیوم نه در حالت ضعیفش این اسپل کارایی نداره. بچه نترسید از این اسپل، نترسید، به خدا ترسناک نیست. آی بگا رفتیم، آی ترکیب من، نه ترکیبت شامل یه سری تغییرات شاید بشه، ولی این اسپل آنچنان وحشتناک نیست، آنچنان وحشتناک نیست. بیایید من بهتون میگم اینو، خدا شاهده دارم میگم. چرا الان این با این ترکیبی که من دارم بازی میکنم این اسپل بگام میده؟ چون من اصلا اگه بخوام 2 تارگتش بکنم
باید 6 تا اکسیر حداقل خرج کنم. اگه بخوام 5 تا تارگتش کنم و 20 تا اکسیر خرج کنم. چون ترکیبم الان درست نیست. یه گارد اگه بیاد توش درست میشه. تا حدود این ترکیب من درست میشه. خب بچه‌ها بریم سراغ این دمیج این اسپل تو حالت ضعیفش رو بقیه مقابل بقیه تروپسا. از اسکلت تو حالت اولش، تو حالت ضعیفش. تو حالت ضعیفش اسکلت و بات بیشتر از این اسپل دمیج میدن، چون این دمیج داره میگه. خب اسپیر گوبلین از دومی به بعد، شات دومش اسپیر گوبلین بیشتر دمیج میده و همینجوری بگید بیاد پایین. این دمیج ها بچه ها، این دمیج، دمیج این اسپل تو حالت ضعیف در برابر نیروهای دیگه مثل اسکلت و بتس. اینجا اومده حالت میدیومش رو در نظر گرفته و اینجا اومده حالت قویش رو در نظر گرفته. مستریش هم بچه ها، مستری کارتش، خود مستریش رو پر کنید بهتون هم وایلد کارت میده هم گولد میده. حالا نمیدونم توی لول سومش چی بهتون میده، اینش نمیدونم. ببینید مثلا تو حالت اولش بهتون 20 تا از این کارتا میده، تو حالت دومش دوباره 20 تا وایلد کارت اپیک میده. میتونید تو همین سیزن به یه جایی برسونیش ولی نیاز به مکس کردن نداره، چون هم لول کینگ تاورتون میشه، بوسته. خب 100% بوسته و جم میده. اون آخریش جمه که به ما میده. عرضم به خدمتتون. خب اینجا اومده گفته آقا چقدر باید برید جلو واسه مستری اون توضیح داده و اینم از این اسپل. بچه ها در کل چون دارن اذان دیگه نزدیک اذان هم هست، پس سریع ویدیو رو جمع کنم. من خداحافظی میکنم، میریم روبروی اسپلای دیگه، روبروی کارتای چند تارگت هم میبینیم کارهای این اسپلو. فقط من آخرین گفته هامو بگم و دیگه ویدیو رو جمعش کنم. به هیچ عنوان از این اسپل نترسید. اگر ترکیبتون کارت خورده ریز نداره باید دستخوش یه سری تغییرات بشه. این اسپل آنچنان وحشتناک نیست، آنچنان وحشتناک نیست. ولی مثلا من اگه مثلا بهتون میگم، من شما تا حالا کی دیدید من بیام بالون خالی رو بندازم؟ میخوام الان براتون اینو توضیح بدم. بله اگر بالون خالی رو بندازم تاور یا رو هم معمولی باشه، این اسپل به راحتی دفاعش میکنه. ولی اگر با نایت بنزم این اسپل دمیجی نمیده، 3 تا 160 دمیج میده، 3 تا 100 چند تا بود، چون تارگتش میشه از 2 تا تا 4 تا. ولی اگه ترکیبمو با خورده ریز درست کنم میتونم یه سری کارایی کنم. هرچند میخوام سیزن بعد متا پلی بدم، یعنی منتظرم 10-15 روز از سیزن بگذره متا مشخص بشه بکشمش بیرون ببینم کدوم ترکیب جواب تره و یه متا رو الیت کنم و بازی کنم. ریدم رو بالون نهایتش اینه میخوام تو 1000 دست و پا بزنم دیگه. به قول علی لایت باید با متا پلی بدی، انقدر ببازی، انقدر ببازی تا بازی کردن با اون کارتا و اون ترکیبو یاد بگیری. اینجوری میشید پلیل. بچه ها وان تریک بودن به درد نمیخوره. وان تریک یعنی تک دک بودن به درد نمیخوره، ضرر میکنید در آینده. و از این اسپل نترسید. اسپل جدید و ویزارد اِوولوشن رو به هیچ عنوان مکس و الیتش نکنید. چرا؟ چون اینا بوستن. تکاملو که میدونم بوسته، هر سیزن کارت تکامل بوسته. اسپل جدیدم 100% بوستش میکنن. شاید اگر آفر خفن براش بذارن بوستش نکنن، برای اینکه آفراشو بتونه بفروشه بوستش شاید نکنن، ولی قاعدتا باید این دوتا کارت بوست باشه. من دیگه با تو خداحافظی میکنم. تیکه آخر ویدیو عمل کرده این کارت روبروی چند تارگت ها رو کامل میبینید، پس ازش نترسید. ترکیباتون رو دستخوش تغییرات بکنید. ترکیبی فعلا تا 15 روز سیزن بعد مکس نکنید. قطعا برای اونم ویدیو میذارم. خیلی مخلصم، فراتون بشم گلی مدار.